بسم الله الرحمن الرحيم. الله الله، الله الله، يا الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وأفضل المرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم مصطفى محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المأسومين استغفر الله ربي وأتوب إليه أقول لا ريب في أنه لو بني علا ان الاصل فی الملزوم قابل لاثبات اللازم العادی لم یکن وجه لاجراء اصالت عدم اللازم اگر خاطر شریفتون باشد از پایان درس قبلی وارد کلام صاحب فصول و مرحوم کاشف الغطا شدیم که این دو بزرگوار از جهت مدعا شریک شیخ هستند یعنی حجیت اصل مثبت را قبول ندارند ولی در عبارت پردازی و اثبات و بیان دلیل به گونه وارد شدن که از نظر مرحوم شیخ رضوان الله علیه اشکال وجود دارد اگر خاطر شریفتون باشد صاحب فصول دو تا دلیل را اقامه کردن در دلیل اول فرمودن که اصل مثبت در جانب ثابت با جانب مثبت تعارض پیدا می کند در واقع اصل مثبت بر فرض وجود مقتضی همیشه مبتلا به معارض هست و در نتیجه اگر مقتضی هم داشته باشد این مانع اصل مثبت را از بین میبرد و اصل مثبت نمیتواند دلیلیت داشته باشد این فرمایش ایشون بود به صورت خلاصه که در درس قبلی مفصل توضیح دادیم شیخ در پاسخشون میفرماید که اصل این که اصل مثبت حجت نیست خب هم ادعا و هم دل هستیم اما دلیل را که قام فرمودید از نظر ما تام و تمام نیست به خاطر که ما یک قاعده در بحث استصحاب داشتیم و داریم اون قاعده این است که در دوران امر میان اصل سببی و مسببی اصل سببی مقدم بر اصل مسببی می شود و نوبت به اصل مسببی نخواهد رسید در اصل مثبت هم وقتی اصل در ناحیه ملزوم که اصل سببی هست جاری بشود نوبت به لازم که اصل مسببی باشد نخواهد رسید و در واقع اصل مثبت ما حاکم بر اصل در جانب لازم خواهد بود وقتی حاکم باشد پس در نتیجه معارضه هم محقق نخواهد شد اگر معارضه باشد از و مواردی است که قابلیت جمع عرفی دارد و مشکل خاصی برای حجیت اصل مثبت درست نخواهد کرد بنابر این ما باید در اصل مقتضی بحث بکنیم که آیا واقعا اصل مثبت مقتضی دارد یا خیر اگر بر فرض اصل مثبت مقتضی داشته باشد این تعارض را که شما مطرح فرمودید از نظر ما تام و تمام نیست هم جواب نقضی دارد و هم جواب حلی جواب حلی جواب حلی اش همان بیان است که خدمت شما عرض کردم که همیشه اصل سببی مقدم بر اصل مسببی است از مثال های گذشته مثلا ما می گفتیم اصل عدم حاجب پس قتل به اثبات می رسد چون مقتضی که رم و تیراندازی باشد وجدانن ثابت بود خب خسم ما مرحوم صاحب فصول میفرماید خود پدیده قتل یک امر حادث و جدید هست مسبوق به عدم هست اون عدم سابق را استصحاب میکنیم و اثبات میکنیم عدم قتل را پس استصحاب عدم قتل با اصل عرض کنم عدم حائل هر دو با هم تعارض دارن و تساقود عرض ما آن است که شک در قتل و عدم قتل مسبب از این است که آیا حائل وجود داشت یا نه یعنی تیراندازی به طرف مقتول قطعی بود ولی نمیدانیم دیواری ارز کنم چوب آهن مانع از رسیدن تیر شد یا نه چون اصل عدم حائل را جاری کردیم پس قتل محقق شد بنابر این شک که ما در قتل و عدم قتل مسبب از حائل و عدم حائل هست وقت اصل عدم حائل جاری بشود به عنوان اصل سببی دیگر نوبت به اصل عدم تحقق قتل به عنوان اصل مسببی نخواهد رسید و این در استصحاب نرخ شاه عباسی هست که اصل سببی مقدم بر اصل مسببی است به همین جهت هست که برای این که مرحوم شیخ رزوان الله تعالی علی مسئله را خوب تقریب بکند به سراغ یک مورد دیگر می رود شما از باب تقریب ملاحظه بکنید اگر عرض کنم خدمت با سعادت شما یک گوشت مشکوک را در کوچه و خیابان ببینید شک دارید که این مزکا هست یا نه فرمایید اصل عدم تزکیه سابقا مزکانه بود فعلا شک دارم اصل عدم تزکیه پس گشت محکومی به عرض کنم حرمت عقل هست اینجا دقت بفرمایید ممکن است همزمان کسی بگوید من شک دارم که این گشت پاک است یا نه قاعده تهارت حکمی به پاکی میدهد که اینجا بزرگان فرمودن که شک ما در تهارت و عدم تهارت ناشی از تزکیه و عدم تزکیه هست وقت عدم تزکیه به برکت تعبد ثابت بشود با اصل عدم تزکیه به اثبات برسد دیگر نوبت به رای قاعده تهارت به عنوان اصل مسببی نخواهد رسید بنابر این شک در تهارت و عدم تهارت که موضوع قاعده تهارت هست مسبب شک در تزکیه و عدم تزکیه هست چون عدم تزکیه با استصحاب ثابت می شود و در واقع اثبات تعبدی جایگزین اثبات وجدانی می شود لذا مجال و نوبت برای اصل مسببی نخواهد ماند این فرمایش مرحوم شیخ رضوان الله تعالی علیه پس ببینید شیخ به عنوان جواب حلی در جواب صاحب فصول چه فرمودند فرمودن که شما اگر میخواهید اشکال بکنید مثل ما اصل مقتضی را باید در اصل مثبت زیر سوال ببرید و الا اگر اصل مقتضی را بپذیرید در مقام تعارض این تعارض قابل قبول نیست چون از موارد اصل سببی و مسببی است و خود شما صاحب فصول هم در جاهای دیگر از کتابت در ابواب دیگر اصل سببی و مسببی را پذیرفته اید فقط اینجا در مقام تطبیق گو اینکه غفلت شده است و عرض کنم از اینکه این مورد هم برگشت به اصل سببی و مسببی داشته باشد دچار غفلت و عرض کنم خدمت با سعادت شما عدم فهم شده است رضوان الله علیه اضافه بر اون بر فرض اینکه عرض کنم اصل سببی و مسببی را ما نپذیریم و معتقد باشیم که این دوتا استصحاب با هم تعارض میکنن اگر شما واقعا این سنگ بنا را بگذارید و معتقد باشید که همیشه مثلا در این موارد اصل عدم حائل با اصل عدم قتل تحقق دا تاروز تعارض دارن پس این را شما در لوازم شرعی هم باید بفرمایید فرق نمی کند بالاخره لوازم شرعی باشد عادی باشد یا عقلی باشد اونجا هم عین همین تعارض قابل فرض هست این جواب نقضی ماست در واقع مثلا شما استصحاب میکنید حیات زید را بعد از استصحاب حیات زید لازمه شرعی اش وجوب انفاق هست حکم می, می کنید و حکم میدهید به وجوب انفاق می گوییم قبل از تحقق زوجیت وجوب انفاق نبود فعلا شک داریم که وجوب انفاق هست یا نه اصل عدم تحقق وجوب انفاق هست خب اینجا هم بفرمایید اصل عدم وجوب انفاق با اصل بقای حیات زید با هم تعارض میکنن و تساقط اگر این تالی را شما بپذیرید اگر این رویش را عرض کنم در بحث استصحاب دنبال بکنید کلا باید پرونده استصحاب را ببندید مطلقا بفرمایید اصل به نام استصحاب نداریم به خاطر که در تمام این موارد این گونه تعارض محقق می شود یعنی فرق میان لوازم شرعی و عادی و عقلی نیست در همه این موارد باید حکم عدم حجیت استصحاب بکنیم و این کار است برخلاف اجماع کسانی که فی الجمله حجیت استصحاب را پذیرفته اند این در واقع ارز کنم برگشت و جواب اول صاحب فصول داشت که به عنوان تاروز مطرح کرد و مرحوم شیخ رضوان الله علیه تارتن از طریق جواب حلی و تارتن از طریق جواب نقضی به ایشان پاسخ دادن دقت بفرمایید اقولو میگویم من لا به شک نیست در این که اگر بنا گذاشته شود بر این که اصلی در ملزوم که همون اصل مثبت باشد اصل عدم استحازه یا اصل عدم حائل باشد مثلا قابل هست برای اثبات لازم عادی اگر اصل این قابلیت را بپذیریم اگر اصل مقتضی را بپذیریم چون تعارض همیشه فرع بر چی هست بر مقتضی هست اگر بر فرض بپذیریم لم یکن و چون هیچ و چه باقی نمی ماند برای اجرای اصالت عدم لازم در این صورت اصل عدم لازم که همون اصل ارز کنم فرض بفرمایید عدم تحقق قتل باشد این اصل ارز کنم مورید نخواهد داشت از نظر شیخ لانهو به علتی که اصل در ناحیه ملزوم حاکم است علیها بر اون اصالت و عدم لازم بالاخره اصل سببی مقدم بر اصل مسببی است و این مسئله روشن هست به همین جهت هست که میفرماید فلا معنا للتعارض پس معنایی نیست برای تعارض الا ما هو الحق بنا بر آنچه که حق هست و اعترف بهی و اعتراف نموده است به همین حق هذا المستدل یعنی مرحوم صاحب فصول رضوان الله علی چگونه اعتراف نموده است از حکومت نمودن اصل استصحاب در ملزوم بر استصحاب یا بر اصل در ناحیه لازم همیشه عرض کنم اصل سببی مقدم بر اصلی مسببی است یعنی خود این قاعده را مرحوم صاحب فصول هم قبول دارد عرض کردم در مقام توضیحی که در این مورد گو این که غفلت صورت گرفته است و ایشون متوجه نشده است که این موارد یا این صغرا هم از اصل سببی و مسببی هست به همین جهت هست که مرحوم شیخ رضوان الله علی این مطلب را این تاروز را نمیپذیرد و میفرماید اصل سببی مقدم بر اصل مسببی هست لذا از باب نمونه فلا و آرزو پس تعارض نمی کند اصل تهارت مر اصل عدم تزکیه را شما اگر راجع به گشتی که شک دارید اصل عدم تزکیه را جاری بکنید اینجا چون همچنان شک دارید نمیتوان قاعده تهارت را جاری کرد چون شکی در تهارت و عدم تهارت مسبب هست از شکی در تزکیه و عدم تزکیه وقت عدم تزکیه تعبدن ثابت شد نتیجه اش این می شود که عرض کنم اصل تهارت جاری نشود به خاطری که می شود اصل محکوم و اصلی مسببی بنابر این در ما نحنفی هم در دوران امر میان اصل عدم حائل و اصل عدم تحقق قتل شک ما در تحقق قتل و عدم تحقق قتل مسبب هست از حائل و عدم حائل چون اصل عدم حائل تعبدن جاری شد بنابر این عرض کنم این لوازم هم قابل اثبات نخواهد بود به همین جهت هست که در ادامه می فلو بنی علی المعارضه این جواب نقضی ما هست در واقع اگر بنا گذاشته بشود بر معارضه میان یعنی اصل در ملزوم و اصل در لازم لم یکن فرقون پس هیچ گونه فرق نباید باشد بین لوازم شرعی و عادی چه فرقی میکند اگر در لازم عادی اصل سببی مقدم است بر اصل مسببی خب در اصل شرعی هم همین گونه هست در لوازم شرعی هم همین گونه هست و اگر اونجا مقدم نیست اینجا هم نباید مقدم باشد لذا هست لم یکون فرقون هیچ گونه فرقی نیست بین لوازم شرعی و عادی چرا؟ لان الکله به علت اینکه همه این لوازم احکام است برای مستصحب که مسبوق هستند بعدم حتی خود قتل مسبوق بعدم هست حتی خود عرض کنم حیزیت مثلا مسبوق بعدم عدم هست و دیگر مسائلی که عرض کنم در لابلای درس قبلی یادآوری شد به همین جهت هست که مرحوم شیخ رضوان الله علی از دلیل اول مرحوم صاحب فصول هم جواب نقضی دادن و هم جواب حلیک و در واقع دلیل اول ایشون اقیم و ناتمام شد گرشن عرض کردم با قطع نظر از دلیل خود محتوا که عدم حجت اصل مثبت باشد مورد قبول هست و اما قوله لیس فی اخبار البابک این اراده بزالک مرحوم صاحب فصول اگر خاطرتون باشد دو تا استدلال داشتند دلیل, دو دلیل دوم ایشان این بود که ادله حجیت استصحاب انصراف دارند از چی از موارد اصل مثبت شیخ انصاری از اینجا دقیقاً این عبارت دوم ایشان را بررسی میکند و کمال دقت را دارد شیخ رضوان الله علیه می اگر شما صاحب فصول عرض کنم بر اساس وحدت مبنا صحبت میکنید یعنی مبنای متاخرین را میپذیرید که حجیت استصاف فقط از باب اخبار هست و نزن و امثال اینها اگر این مبنای شما باشد خب در این صورت ارز کنم اون تعارض معنا ندارد چون ارز کنم اگر واقعا اخبار نمیتواند اصل مثبت را حجیتش را ثابت بکند پس اصل مثبت نمیتواند لوازم عادی و عقلی را ثابت بکند اگر ثابت نباشد پس خود به خود زمینه تعارض هم منتفی خواهد شد لذا اگر اصل عدم حاجب ثابت نمی شود نمی توان عرض کنم اصل عدم قتل را هم معنادار نیست در اون بحث های قبلی به همین جهت هست که شیخ می و اما قول و اما قول مرحوم شیخ که نیست در اخبار باب قول مرحوم صاحب فصول که نیست در اخبار باب چیزی که دلالت بر حجت اصل مثبت بکند این اراده بذالک اگر اراده بکند عرض کنم ایشان مرحوم صاحب فصول به ذالک القول به همین قول خودش اگر بر اساس وحدت مبنا صحبت میکند ایشان میگوید نظریه من همون نظریه شمای شیخ متاخرین هست که حجیت استصاف فقط از طریق اخبار قابل اثبات هست اگر این قول را بگوید اگر اراده بکند به این قول لیس فی اخبار الباب عدم دلالت اخبار را بر ترتب لوازم غیر شرعی یعنی عرض کنم خدمت با شما اخبار بر حجیت اصل مثبت دلالت ندارند فهو منافن لما ذکره پس این احتمال منافی است بر آنچه را که ذکر نموده است اشان در بحث تعارض عرض کنم منافن لما ذکره در منافی است بر آنچه را که ذکر نموده است از تحقق تعارض میان اصلی در ملزوم و اصلی در لازم اگر اخبار و روایات اصلی مثبت را نمیگیرد پس اصل در ملزوم اصلا ثابت نیست تا در نتیجه او ثابت بشود و با اصل در لازم معارضه و تعارض بکند فهوک پس این ارز کنم مطلب منافی است با آنچه که ذکر نموده است از تعارض زیرا که باقی میماند در این هنگام بر اساس این مبنایی که شما فرمودید که حجیت استصحاب از باب اخبار هست اصل عدم لازم غیر شرعی سلیم از معارض عرض کنم خدمت با سعادت شما تست در این صورت اصل عدم لازم غیر شرعی سلیم از معارض هست که می شود همون عرض کنم موارد لازم عادی و عقلی و در نتیجه استصحاب اشکالی نخواهد داشت بعد میفرماید و این اراده تطمیم دلیل الاول اما اگر مرحوم صاحب فصول در مقام تکمیل دلیل اول باشد یعنی ارز کنم اشون رو فرماید که در واقع هر دو عبارت یک دلیل هستند ولی هر کدام بر اساس یک مبنا ارائه شده است مقصودش این باشد که اگر اراده بکند صاحب فصول تطمیم دلیل اول را که فرمودن که همون ارز کنم در جواب اشان اگر اراده بکند تطمیم دلیل اول را به این که گفته شود این که دلیل استصحاب اگر باشد غیر اخبار پس اصل تعارض میکند از دو جانب در این صورت ارز کنم چون استصحاب از باب زن حجت میشود که مبنای قدما ما باشد مستحضر زنون لوازم عادی و عقلی را هم ثابت میکند لذا شیخ در مقام توجه می‌فرماید که مرحوم صاحب فصول در صدد استقصای مبانی هست لذا می‌فرماید اگر اراده بکند تطمیم دلیل اول را و این که گفته شود اینکه دلیل استصحاب اگر غیر اخبار باشد یعنی زن باشد پس اصل تعارض میکند از دو جانب چون زن و گمان اماره هست مثبتات و لوازی است هست و ارز کنم میتواند کسی استدلال بکند فالاصل و یتعارض من الجانبین و این کانت الاخبار و اما اگر احیانا ارز کنم دلیل استصحاب غیر اخبار باشد اگر باشد ارز کنم اون دلیل استصحاب اخبار فلا دلالت فیها پس نیست دلالت در اون اخبار ارز کنم بر اون حجیت اصل مثبت ففیه پس در این عرض کنم احتمال دوم اشکالی که ما داریم آن است که ان الاصل اذا کان مدرک و غیر الاخبار اگر استصحاب مدرکش غیر اخبار یعنی زن باشد و هو زن و نوعی الحاصلو به بقای ما کان اگر این باشد لم یکن اشکالون اشکالی نیست در اینکه زن به ملزوم موجب می شود زن به لازم را ولو کان عادیان حتی ارز کنم خدمت با سعادت شما اگر این لازم عادی باشد لذا عرض کنم که مرحوم شیخ در مقام اشکال میفرماید اگر شما استصحاب را از طریق زن حجت میدانید خب ما میدانیم که زن از قبیل امارات هست زن به ملزوم زن به لازم هست عرض کنم خدمت با سعادت شما بعد از آنی که زن به ملزوم پیدا کردیم اصلا نمیتوانیم زنی زن بلازم داشته باشیم مگر در حال غفلت به همین جهت هست که یک مرحوم شیخ رضوان الله علی از ادله صاحب فصول قانع نیست اگر خلاصه جواب شیخ این است که دلیل استصحاب اگر زن باشد بر اساس مبنای قدما در این صورت اصل از هر دو طرف تعارض میکند هم از طرف ثابت و هم از طرف مثبت اما اگر اخبار باشد پس دلالت نیست در اون اخبار چرا ارز کنم که و این کانت الاخبار و فلا دلالت فیها ففیه پس در این کلام صاحب فصول اینکه اصل اگر مدرکش غیر اخبار باشد که همون زن نوعی حاصل و بقای ماکان علا مکان هست اشکالی نیست در اینکه که زن به ملزوم موجب زن به لازم می شود اگرچه عادی باشد بین این دوتا ملازمه هست در نتیجه و ممکن نمی باشد حاصل شدن زن بعدم لازم بعد از حاصل شدن زن به وجود ملزوم اون لازم اگر زن به وجود ملزوم برده باشیم دیگر زن بعدم لازم معنایی نخواهد داشت که از طریق استصحاب دوم محقق شود کیفه چگونه امکان دارد زن به عدم قتل بعد از آنی که ارز کنم خود قتل با زن به قتل به اثبات رسید میفرماید که کیفه ولو حصل الظن به عدم لازم اگر گمان به عدم لازم محقق بشود اقتضا میکند زنی به عدم ملزوم را به همین جهت هست که میفرماید فلا یا پس تأثیر نمیگذارد در ترتب لوازم شرعیه نیست و همین جهت هست که از نظر مرحوم شیخ رضوان الله علی کلام مرحوم صاحب فصول تام و تمام نیست با توجه به اتمام وقت به همین مقدار اکتفا میکنیم انشالله توضیحات مزید و بقیه مطلب را در درس بعدی پیگیری خواهیم کرد غفر الله لنا و لکم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته اللهم صل على محمد و آل محمد اللهم على محمد و ال محمد